مزدوران رژیم روز گذشته شنبه 14 بهمن ماه به تجمع اعتراضی خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی توسط سپاه پاسداران حمله کردند و مانع از تداوم این تجمع شدند. بله، برای صحبت در همین رابطه همراه هستیم با آقای خسرو پرورده از زندانیان سیاسی دهه 60. آقای پرورده با سلام و خوش آمد به شما. میخواستیم در رابطه با همین سفر ندا نشیف برامون بگید که تو روزهای اخیر چه موضع گیری هایی صورت گرفته و خلاصه این چه تأثیری داشته. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. در واقع این حضور خانم ندا النشیف در واقع توی شرایطی صورت گرفته که خب موج اعدام ها رو ما در این رژیم جنایتکار داریم میبینیم که در واقع به کجا رسیده و جوان های هموطن و قبادی و بچه ها هموطن کرد ما رو و بادلو و چهار هموطن کرد ما رو چجوری در واقع این رژیم جنایتکار قتل عام کرده. خب وقتی که تو این شرایط خانم ندا النشیف وارد ایران میشه، به طبع اینه که انعکاسات و در واقع به یه نوعی باید بگیم عصبانیت جامعه ایرانی رو در واقع در پی داشته. خب به طبع جریانات حقوق بشری که خب مسلماً اینه که وارد به صلاح این موضوع شدن و براشون غیر قابل تصور بوده که تو این شرایطی که این جنایت در داخل ایران داره اجرا میشه خانم ندا النشیف وارد ایران بشه. خب اون بحثی که در ارتباط با رفتن ایشون هست، گفتن که میخواد در رابطه با در واقع وضعیت اعدام ها و زنان صحبت بکنه، یعنی دو تا پاشنه آشیلی که این رژیم جنایتکار و بحث زنان که از روز اول انقلاب که خمینی جنایتکار وارد ایران شد و اون محدودیت ها رو برای بانوان عزیز ایرانی اجرا کرد و تا هم امروز که خب همچنان اعدام داره و در مقابلش خب همچنین بحث اعدام ها که تا هم امروز با این وسعت ادامه داره. خب به طبع اینه که جریانات حقوق بشری و جریانات آزادی خواه اعتراض کردن به این حضور خانم ندا النشیف. خب علت اعتراضم اینه که خب وقتی که یک حکومت جنایتکاری تمام روزنه ها رو بسته، حتی به نماینده ویژه که برای ایران در حقوق بشر خود سازمان ملل در واقع به اصطلاح تعیین کردن، حتی به ایشون اجازه وارد شدن به ایران و بررسی او و بشر نمیده، چطور این خانم وارد ایران میشه؟ خب خود همین این مسئله باعث خیلی سوال ها شده. اما در مقابل خب سوال هایی که در مقابل این خانم گذاشتن، یک چیز ازش خواستن، گفتن اگر من اگر به عنوان مثال برای شما بگم که تعدادی از زندانی های اعتصابی زندان قزلحصار برای ایشون نامه نوشتن و بهشون گفتن، خیلی راحت گفتن اگر این به صلاح حضور شما در ایران و برگشتتون، اگر در گزارشی که خواهید داشت و موقعی که شما ایران میایید هیچ در واقع ملاقاتی با زندانی ها نداشته باشید، گزارش شما هیچ گونه اهمیتی نخواهد داشت. خب از دیگر سازمان های بین المللی که موضع گیری کردن در ارتباط با حضور خانم ندا النشیف،
در واقع کمیته در جستجوی عدالت هست، که این کمیته در جستجوی عدالت در واقع خب گفتن که این که شما دارید میرید خب یک ابتکار خوبیه، اما در قبال این ابتکاری که شما دارید خب یک سری وظایفی هم شما دارید. در درجه اول شما باید ملاقات با زندانی ها باشه، برید زندان ها رو ببینید، برید جاهایی رو که زندانی ها در شکنجه میشن ببینید، و آدرس های مشخصی هم برای ایشون مشخص کردن، یعنی به طور مشخص نام بردن از خانم مریم اکبری منفرد که گفتن ایشون در سال 2009 در واقع دستگیر شده، علتش هم به خاطر این بوده که برادرای ایشون در قتل عام سال 67 و در سالهای 60 اعدام شدن و ایشون تنها خواستش اینه که در واقع رسیدگی بشه به این جنایتی که در مورد خانواده‌اش شده، و خانواده ایشون در واقع از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودن و ایشون هم به همین جرم دستگیر کردن، و در این مدت با توجه به اینکه ایشون به اصطلاح فرزندانی داره یک روز حتی به ایشون مرخصی ندادن. خب اینا رو تمام گزارش کردن، و همچنین آقای سعید ماسوری که بیش از دو دهه است در واقع در داخل زندان ها هست و انواع و اقسام شکنجه ها، و همچنین آقای علی معزی که خب با توجه به اینی که سن بالایی دارن بهشون 12 سال حکم دادن و انواع و اقسام شکنجه ها در مورد ایشون. این کمیته در واقع در جستجوی عدالت در واقع خواستن از خانم ندان نشیب که برای ملاقات با این زندانی ها برن و زندان های ایران رو برن ملاقات، چون اساسا مورد دیگه ای نداره برای ورود وارد شدن به ایران. ایشون به عنوان یکی از به اصطلاح شخصیت های حقوق بشری که در سازمان ملل کار خب وظیفه غیر از این ندارن و باید برن و اینجاها رو ببینه. البته خب رژیم هم در مقابلش خب رژیم جنایتکار و دغلبازی هست که بخواد از این شرایط برای خودش سوء استفاده بکنه و مسیرهای انحرافی سر راه این خانم قرار بده. خب به خاطر اینی که ما تجربهش رو در قبل هم داشتیم، ما از یادمون نرفته که وقتی که آقای گالیندوپول آوردن ایران برای اون و اون گزارشه در واقع ناحق قدرت، البته این رژیم حتی تحمل چنین گزارشی که اون موقع آقای گالیندوپول داده بودن هم نداشت، و همون ملاقات آقای گالیندوپول هم خیلی جالبه که باعث جنگ و دعواهای رژیم شد و اونجور همدیگر رو رسوا کردن سر یک ملاقاتی که خود آقای گالیندوپول گزارشش واقعا یک گزارش مغرضانه بود، و به نظر من حتی خود همین ملاقاتم مطمئنن توی این شرایطی که این خانم رفته مطمئنن باعث جنگ و دعواهای بیشتر داخل رژیم خواهد شد، و ما باید منتظر باشیم ببینیم که از به اصطلاح حضور دو روزه خانم ندان نشیب چه نتایجی به دست میاد، و بر اساس اون نتایج بتونیم که در واقع قضاوت بکنیم که آیا ایشون به مسئولیتی که دارن به عنوان یکی از افرادی که در رابطه با حقوق بشر فعالیت میکنن آیا به وظایفشون درست انجام دادن یا شکل اون شکلی بوده که رژیم در واقع میخواسته. بله آقای پرورده، شما اشاره کردین به موج اعدام ها در روزهای اخیری که شاهدش هم هستیم، حالا چرا در آستانه این به اصطلاح سفر رژیم به حال تن داد به اصطلاح پذیرش این سفر و اهدافش چیه تو این رابطه؟ مثلا به نظر شما چرا مثلا شکنجه و اعدام رو لغو نکرد یا قطع نکرده؟ ببینید رژیم در واقع به خاطر اینکه توی یک استیصال قرار گرفت، فشارهای بین المللی بسیار زیاد هست روی همین اعدام ها و شکنجه ها، به نظر من رژیم یک به اصطلاح محاسبه غلطی انجام داده، و این به قول اصطلاحا خود همین این ملاقات در واقع گزارش هایی هست، متخصصین در این رابطه در واقع مطالبی نوشتن که خود همین ملاقات در واقع یک طناب داری برای خود رژیم میشه، چون خب بالاخره دیکتاتورها وقتی که تو شرایط بحران قرار میگیرن این نیست که همه اعمالشون درست باشه، و اومدن حالا به چه طریقی خانومو در واقع چه قول و قرارهایی به ایشون دادن
چه چیزهایی بهش گفتن. خب مطمئنن اینه که در آینده مشخص میشه. ولی این حکومت حتی امروز که خانم ندا نشب داخل ایران هم نتونسته تحمل بکنه و اومده خانواده هایی که در واقع دادخواهی میکنن، خانواده هایی که فرزندانشون در اون هواپیما، در واقع رژیم اونها رو هواپیما رو با موشک زد و فرزندان خانواده ها رو از بین برد، خانواده ها اومدن برای دادخواهی. یعنی در واقع به قول معروف این حد اقل چیزی بوده که این خانواده ها در واقع دنبالش هستن. اومدن یک تظاهرات نه خشونت آمیز نه هیچ چیزی، فقط اومدن میگن آقا خب بالاخره خانم ندا نشار که اومدی ما هم دادخواهی، میشه بیای لطفا حرفای ما رو گوش بدی. رژیم حتی تحمل چنین به قول معروف دادخواهی هم نداره. حالا شما حساب بکنید که مثلا داخل زندان ها، اعدام ها، این موج اعدام ها، این شکنجه هایی که در رابطه با بانوان، در رابطه با زنان داخل زندان ها میشه، جوانای ما رو که به این شکل میگیره اعدام میکنه، خب رژیم در واقع به نظر من یک تناب دار برای خودش آماده کرده، علی رغم اینی که تو دستگاه خودش حتما به خاطر اینی که فشارهای بین‌المللی بسیار روش زیاد بوده، به خاطر موج اعدام ها، به خاطر دستگیری ها، موج دستگیری ها، فشارهای زیادی بوده، به نظر من خواسته که یک جوری این فشارها رو از روی خودش در واقع کم بکنه، رضایت داده به اومدن خانم ندا نشرا و باید منتظر گزارش خانم ندا نشرا باشه. بله، با تشکر از شما آقای خسرو پرورده از زندانیان سیاسی دعیشی است که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت داشتید. خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدارتون.